بهار تلویزیون دی اوالی او پیوستون رښتینه غږ دکتر صاحب شوخی کنم میگه پسر گر ندارد نشان از پدر تو بیگانه خانیش و ما خانیش پسر چی فرق میکنه میگه چی پیر چی آسای پیر موضوع مصاحبه شما با آقای عزیز هیچ چیزش از دید من خلاف اصول ژورنالیستیکی نبوده و نیست شما رفتین با یک کسی که خودش یک موضعی داره عقیده داره نظریات داره در قبال یکی از رهبرهای جهادی زمان یا این که یک بخش بزرگی از نوشته سیاستمدارهای هندوستان یا روسیه یا بعضی کشورهای دیگر ترجمه کرده و همون ترجمه را به اختیار مردم قرار داده شما در اینجا هیچ نوع تقصیر ندارید دکتر حیدر عادل یکی از آگاهان حقوق و علوم سیاسی افغان مقیم لندن میگوید که مذاکرات صلح افغانستان بر وفق مراد نیست او باور دارد که شماره از اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان به گونه فرمایشی برگزیده شدند و نقش مؤثر در مذاکرات نخواهند داشت. توجه کنید به متن کامل این گزارش جالب. در حالی که یک هفته از آغاز گفتگوهای بین الافغانی در قطر میگذرد تا هنوز ظاهراً مباحث روی تعیین اجنده و چارچوب مذاکرات تکمیل نشده است. دولت افغانستان تاکید کرده است که نخستین اجندای پیشنهادیش برقراری آتش بس خواهد بود. اما طالبان به گونه غیر مستقیم این موضوع را رد کرده و گفتند که آنان خواستار حل مشکلات به گونه بنیادی هستند. حیدر عادل، دکتر حقوق و علوم سیاسی افغان مقیم لندن در یک گفتگوی ویژه با من نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد از روند مذاکرات فعلی بین الافغانی انتقاد کرده و می گوید که برخی از اعضای این گروه از جمله جوانان به گونه فرمایشی و به خاطر نفوذ پدرانشان تعیین شدند. او باور دارد که این افراد توانایی استدلال های دینی در برابر طالبان را ندارند و در دور بعدی باید در زمینه تشکیل هیئت تجدید نظر شود. یک پروسه بسیار طولانی است، وقت کار داره، اما متاسفانه قابل یادآوری است هیئتی که تعیین شده از جانب افغانستان صلاحیت آمتام پیشبرد مذاکرات دمابین قطر ندارند. متاسفانه یک تعدادشان مردمای بسیار جوان هستند، یک تعدادشان با مسائل بنیادی و اساسی سیاسی افغانستان آگاهی ندارند، دسترسی ندارند که بتانند در این مذاکرات جانب مقابله که طالبان هستند قناعت بدن. دولت باید افراد اشخاص را تعیین میکرد که در قدم اول حاکم میبودن سر اوضاع افغانستان و جهان، در قدم دوم سر مسائل دینی باید آگاهی کافی میداشتن که حداقل با چند تا حدیث و آیت طرف مقابل خودم میتونستن قناعت بدن که شما گویا اسلام و خواسته هایش یا چیزایی که شما در افغانستان میخواین زیر نام اسلام تطبیق بکنین اینا مغایر شریعت است، مغایر آیات قرآن است. این تیپ افراد باید در اونجا گنجانیده میشد. ما از صدها هزارها نخبه ها داریم در مابین افغانستان، در قشر جوان، در قشر سنای متوسط و بالا. ضرور نبود که ما زیر نام نماینده ای تبار یا او تبار یا ای قوم یا ملیت اموز ضعیفترین افراد انتخاب بکنیم. میتونم برتان مثال بگویم، پسر آقای دوستم، پسر آقای عطا، پسر احمد، پسر محمود، درست است که اینا را میخواین پدرهایشان را خوش بسازن، پدرهایشان را به طرف خود جلب بکنن که گویا این ما به شما حرمت گذاشتیم و اولادایتان را در این مذاکرات تعیین کردیم و شما منال ما را تایید بکنن. این خودش باعث از این میشه که طالبان دست بالاتر در مابین قطر داشته باشن، اینا را زیاد سرشان حساب نکنن، برشان توجه نکنن و از طرف دیگه وقتی که اینا معلومات کافی در قضایا نداشته باشن تحت تاثیر قرار میگیرن. خواهی نخواهی یک لحظه مرحله اساس خود رسید که خواسته های طالبان لبیک بگوین و چیزی که اونا بخواین اینا باید رو تایید بکنن و قبول بکنن. امیدوار هستیم که در مراحل بعدی کسانی را شامل از این گروه بسازن یا گروه تعویض بکنن یا تقویه بکنن که صلاحیت پیشبرد این مذاکرات داشته باشه. دکتر صاحب شوخی کنم میگه پسر گر ندارد نشان از پدر تو بیگانه خانیش و ما خانیش پسر چی فرق میکنه میگه چی پیر چی آسای پیر از پسرای مارشال دوستم و
آقای عطا یاد کردین؟ همه طور است. از او کرده بهتر بود که خود از اینا رو روان میکردن. مصاحبه هایشان دیدیم، صحبت هایشان دیدیم، بسیار مردم خوب هستن، در این جای شک نیست. جوانای با احساس هستن، جوانای با وطن پرست هستن، علاقه به مسائل صلح افغانستان دارن، ولی در او سطح نیستن که بشینن سرنوشت آینده جنگ و صلح افغانستان را تعیین بکنن. او باور دارد که اصل تصمیم را در مورد جنگ و صلح افغانستان امریکا، پاکستان و طالبان میگیرند و به باور وی تصمیم اساسی در این مورد بستگی به خواست امریکا دارد که دولت افغانستان از آن بی‌خبر است. آیاتی که فعلا موجود است با زونا دمو معدوده، چی پسرا باشه چی پدرا چی هر کسی که باشه، صلاحیت تصمیم گیری نهایی را ندارند. در افغانستان باید جرگه بگیرن و مشوره کنن تا که نظرات اینا را به اصطلاح تایید کنه. اینا از خود صلاحیت ندارن، مثل سمبول هستند و به می ترتیب طالبا باز از بادارای خود که پاکستان است نظرات انتقال میده. به نظر من نقش از اینا کاملا نقش سمبولیک است. افراد اشخاصی که صلاحیت اجراهی هم می داشت و صلاحیت جر و بس کردن هم اونا شرکت میکردن. بله، به تمام معنا دقیق از ما در نوشته ها و در مصاحبه هایی که انجام دادیم، اولین حرف مایی است که سرنوشت افغانستان نه دولت فعلی رقم میزنه و نه مراجع دیگه. همه کلید حل مسائل بحران افغانستان به دست دو مرجع است، یکی آمریکا و یکی طالبا. این دو مرجع هر طوری که بخواین به اونمو شکل فیصله میکنن و او فیصله خود تحمیل میکنن سر رژیم فعلی افغانستان، سر دولت افغانستان و سر مردم افغانستان. حرف شما را من به کلی تایید میکنم که اینا فقط همه نشستا، مذاکرات، صحبت ها کلش نمایشی است. تصمیم در جای دیگه گرفته میشه، باید پاکستان در این شریک باشه، طالب باید در اینجا شریک باشه، امریکا در رأس باید حرف آخری را بزنه و مراحل بعدی همش گپ های ظاهری است. امکان داره لوح جرگه دایر شود به خاطر از اینکه وقتی که اگر به تفاهم برسن یا نقطه آخری شامل همی موضوع باشه که گویا ما میریم به طرف آینده افغانستان، چیزهای را اینا تعیین بکنن، ولی باز برن به لوح جرگه نمایشی. حرف اساسی و نقش اساسی ده امروز دولت امریکا داره و تمام فشارش هم به این است که الا دوره انتخابات ریاست جمهوری امریکا قضیه طالبا یک طرفه و یک شوه که یک دستاورد خوب آقای ترامپ برای انتخابات خود داشته باشه. به گفته این آگاه مسائل سیاسی، برخی از تبلیغات منفی در حال حاضر در رسانه‌های اجتماعی منتشر می شود. قسمت از این تبلیغات به گفته آقای عادل از سوی دولت را اندازی می شود و از این طریق حملات طالبان و برخوردهای خشن آنان با مردم نشر می شود. او میگوید چون دولت افغانستان نمیخواهد حکومت موقت روی کار بیاید و اشرف غنی رئیس جمهور به آشیه برود، بناهن اعمال زشت طالبان را بیشتر برجسته میکند. از سوی دیگر مخالفان و منتقدان دولت نیز مسائل مربوط به ضعف و ناکارایی های دولت را منتشر میکند. دکتر عادل در این قسمت میگوید این جنگای تبلیغاتی، جنگای استخباراتی در بین گروه ها همیشه بوده و وجود داشته. ظاهر مسئله همی است که آقای غنی جمع گروپش علاقمند از این نیستن که قدرت از دست بتن، حکومت موقت بیایه و اینا با آشیه برن و اسانه خارج شوند. به این خاطر میخواین ذهنیت مردم تا ذهنیت کشورهای خارجی را طور تغییر بدن که ما چنین اسناد و شواهدی از طالب داریم که اگر اینا یک بار دیگر در رأس قدرت قرار بگیرن یا شریک قدرت شوند، اینی اعمال را که در گذشته انجام دادن یک بار دیگر تکرار خواهد کردن. از جانب دیگر گروپ دیگی حتما وجود دارد در برابر از اینا که اونا هم تلاش میکنن که ضعف ها و کمبودی های دولت برملا بکنن و برای مردم نشان بتن و در خور مردم بتن که گویا دولت فعلی هم توانمندی پیش برده یک نظام یا یک مملکت نداره و شما به اینا اعتماد نکنین و از اینا حمایت انجام ندین. جنگ استخباراتی هست، ولی بهتری است که مردم خودشان سرنوشت خود تعیین بکنن. دکتر ایدر عادل معتقد است که تغییرات در هیئت مذاکره کننده طالبان از سوی پاکستان اعمال شده و بازی های اپراتیفی است
وی تاکید میکند که به خاطر مسئله انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر اداره ترامپ تلاش دارند تا توافقات صلح دولت افغانستان با طالبان امضا شود. این تلاش های آقای ترامپ در آخرین ماهای ریاست جمهوریش فقط برای گرفتن جایزه نوبل است که این هم خودش یک دستاورد دیگه میتونه باشه در برابر مردم امریکا به خاطر انتخابات. و امی وساطت هم ظاهراً پاکستان کرده و خودش چندین بار امریکا را نشان داده که طالبان را به میز مذاکره با افغانا اینا باعث شدن بسیار نقش کتلست انجام دادن و وساطت خوب کردن که امتیاز یقیناً از امریکا یا گرفتن یا میگیرن. در این رابطه مفاد پاکستان چیست؟ چه امتیازات به دست میارن؟ پاکستان یگانه کشوری در منطقه و در همسایگی افغانستان بوده که همیشه دست مداخله در امورات داخلی افغانستان نه تنها در 20 سال اخیر بلکه تقریبا از حدود دوران ریاست جمهوری سردار داوود داشته. و هدف اولی و آخریشی است که ما یک همسایه بسیار ضعیف در برابر پاکستان در منطقه قرار داشته باشیم یا از لحاظ سیاسی و حاکمیت مطلق سر رژیم داشته باشه، افراد نصب باشند در مورهای کلیدی مسائل داخلی افغانستان که مستقیما تابعیت بکنن از دولت پاکستان، از یک جهت قضیه. جهت دوم مسئله اقتصادی است که بهترین بازار داخلی یا خارجی برای پاکستان افغانستان است. 30 میلیون نفوس داره و امروز ما شما شاهد هستیم که در اکثریت ولایات افغانستان کلدار عوض افغانی در بازارها تبادله میشه که بزرگترین امتیاز از لحاظ اقتصادی برای دولت پاکستان است. گذشته از او مسائل عوض جنگلات افغانستان است، موادی که کشت و زرع میشه در افغانستان کلش میره به پاکستان. و از لحاظ جیو استراتژیک اگر ما شما بررسی بکنیم موقعیت افغانستان دروازه همه مساحل در مجموع در منطقه افغانستان برای پاکستان است. بنان ایران نمیخواین افغانستان از حالت فعلی بهترتر ببینن. اگر آرامی بیایه، اگر صلح بیایه و اگر رژیم دست نشانده نباشه، دست نشانده یعنی منظوریم از پاکستان در قدرت در افغانستان، موزیگیری های امروزی پاکستان همه تا باید تغییر بکنه. منعیس یک کشور مقتدر در افغانستان باید ببینه، حرفش بشنوه و امثال گپای دیگه. به این اساس با تأسف در طول همین مدت ما شما شاهد هستیم که در ابتدا رهبران مجاهدین خریدن و امروز ما شاهد هستیم از این مدت 20 ساله که گویا آمریکا آمده دامین افغانستان، بهترین کادرها و بهترین کسانی که در رأس چوکی‌های کلیدی در افغانستان بودن اونا رو خریدن و خطانستان با دست باز دامین افغانستان سیاست بکنن. دکتر ایدر عادل معتقد است که تغییرات در هیئت مذاکره کننده طالبان از سوی پاکستان اعمال شده و بازی‌های اپراتیفی است. پاکستان ملا برادر قبل از روی این جلسه یا کنفرانس خاص به پاکستان، یعنی پاکستان خونشان داد که ما تعیین کننده هستیم، بعد از سفر ملا برادر به پاکستان اعلان کردن که دیگه استانگزای از ریاست اجلاس خلاص است. خب این بازی های اپراتیفی است که ما نمیتونیم 100% حکم بکنیم که این موره هایی که تغییر میکنه اونا نقش اساسی در تعیین سرنوشت این مذاکرات داشتن، ولی اونا رو پس کردن یا این نفرهای نوی رو که آوردن در رأس بحث رئیس هیئت یا سخنگو امثال از اینا بیشترتر موثرتر هستن یا به اصطلاح اعتبارشان در بین گروه طالبان بیشتر است یا این مزدورتر هستن برای دولت پاکستان، میخواین بیشتر بشنون و عمل بکنن به اوامر پاکستان. این تغییر و تبدیل موره ها زیاد بنیادی و اساسی نیست. حرف اساسی و بنیادی است که در پروتکلی که طالب با آمریکا انجام داده که چیزهایی که در پس پرده انجام گرفته که هیچ کس از او آگاهی نداره به شمول دولت افغانستان مردم خوب بگذارن، اونو مطالب بنیادی و اساسی است که موضوعات وی تاکید میکند که به خاطر مسئله انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر اداره ترامپ تلاش دارند تا توافقات صلح دولت افغانستان با طالبان امضا شود. نقش
بخش اساسی ده امروز دولت امریکا داره و تمام فشارش هم به این است که الا دوره انتخابات ریاست جمهوری امریکا قضیه طالبا یک طرفه و یک شوه که یک دستاورد خوب آقای ترامپ برای انتخابات خود داشته باشه. مذاکرات امروزی انجام میشه و نمون نقطه ختم میشه بالاخره. دکتر عادل امچنان از کارهای خبرنگاری بنده با عنوان یک ژورنالیست بی‌طرف و حرفه‌ای توصیف کرده و اظهار داشت که بنده همواره در کارهای رسانه‌ای مبتنی بر اصول ژورنالیسم و منافع ملی مردم افغانستان به گونه بی‌طرفانه و مسلکی فعالیت کرده. فقط در ابتدا می خواهیم یک مطلب خدمتتان عرض بکنم. بانو کریمی گرامی، شما یکی از ژورنالیست های بسیار موفق هستین که در بدترین شرایط به پلی مردمتان استاد بودین و وظیفه ایمانی و وجدانی تانه و مسلک تانه با وجه احسن پیش بردین و انجام دادین. مردم افغانستان اگر کمی تعقل بکنن، ببخشین من مردم افغانستان گفتم، منظورم از کسان است که یعنی در مخالفت با بعض موضوعات از لحاظ موضع‌گیری با شما قرار دارند. اگر کمی تعقل بکنن، شما واقعیتش که هیچ زمان موضع‌گیری مشخص سیاسی در قبال یک گروه، یک حزب، یک سازمان نداشتین و شما فقط وظیفه ژورنالیستیکی تان انجام دادین و او هم با بهترین وجه انجام دادین. ده ها ژورنالیست ما که تقریبا هم دوره های شما بودن، ما شاهد هستیم که امروز رفتن به کارهای شخصیشان، اصلا فراموش کردن مسلک، رشته و کار خود، ولی یگانه شخصیتی که خوب درخشیده، عالی درخشیده و متعهد و پیمانی که با مردم خود داشته مطابق از او عمل کرده و امروز در پولی مردمش استاد است، شما هستین که من این کار کرده و عمل کرده ایتان من ایسی یک فرد افغان تقدیر میکنم و سپاسگزار شما هستم. آمدیم در ارتباط به این که موضوعگیری های یک تعداد در قبال کارکرده های شما چی هست، منفیس یا مثبت، خدمتتان عرض بکنم که در افغانستان متاسفانه یک گروه، یک سازمان، یک حزب، یک مرجع نیست، ده ها حتی صدها گروه است که امروز زیر نام های مختلف فعال هستند یا از کشورهای مختلف پول میگیرن، سرمایه میگیرن، بودجه میگیرن، کار میکنن یا ای که خاک به چشم مردم میزنن و اعتداد به عقل ساختن و دور خود جمع کردن و از پول از اونا بهرم، یا امثال رهبرهای دیگه که یا شهید شدن یا فوت کردن رفتن، امروز گروه های مختلف فعال هستن و از نامشان سو استفاده میکنن. اگر شما قرار شود که بزاو که از این 20-30-40-100 گروه شما برنامه تهیه بکنین، گزارش تهیه بکنین، مصاحبه ها تهیه بکنین، نظیر عظیم کریمی باید سر توته شود که تا بتانه خواسته های معقول و غیر معقول یک تعداد باید برآورده بسازد. نظر من این است که اصلا توجه به نظریات یک تعداد منفی بافا نکنین، وظیفه تان انجام بتین، مصاحبه های تان پیش ببرین، کار تان بکنین، قضاوت بگذارین با مردم افغانستان که در مورد شما چی میگن. این تعداد افراد محدود، این سازمان های مخرب، اینا مردم افغانستان نیستن، اینا یک کتله بسیار کوچک هستن که فقط مثل بعضی اشراتی که از خون دیگر را تغذیه میکنن، اینا به اون امونا شباهت دارن. یک طرف مثلا موضوع مصاحبه شما با آقای عزیز، هیچ چیزش از دید من خلاف اصول ژورنالیستیکی نبوده و نیست. شما رفتین با یک کسی که خودش یک موضع داره، عقیده داره، نظریات داره در قبال یکی از رهبرهای جهادی زمان، یا این که یک بخش بزرگی از نوشته سیاست مدارهای هندوستان یا روسیه یا بعضی کشورهای دیگر ترجمه کنه و همون ترجمه را به اختیار مردم قرار داده. شما در اینجا هیچ نوع تقصیر نداری. آمریم سر از که چی مطالب در ارتباط به این موضوع گفته شده، هیچ چیزی از او پنهان از دید مردم افغانستان نیست. مردم افغانستان قضاوت خود را در ارتباط به گروپای اصلاح مجاهدین کردن و عملا دیدن که اینها در ارتباط به نابودی کشور از کوچکترین شروع از الف تا یا اینا نقش داشتن، تمام هست و بود کشور صفر ساختن،
تعداد شب به شمول حتی درخت افغانستان هم کندن بردن و پاکستان تسلیم کردن. بازارها چین تانک و توپ داشتیم، به اردوی بسیار قوی در منطقه داشتیم، استخبارات بسیار قوی در منطقه داشتیم. همه از اینا رو نابود کردن. این چیزا رو مردم افغانستان فراموش نمیکنه و این قضاوت خود مردم افغانستان امروز کردن با این سر و صدا ها و زیر روز شهید و اینهانی که میخیزن و فیر میکنن و مردم آزار میدن و شهر نارام میسازن. با این مسائل مردم فریب نمیخوره. شما وظیفه تان من از یک ژورنالیست انجام دادن. اون صحبتایی که شده مربوط به آقای عزیز است، خودش میگم کارش مسئولیتش و اون یک بخش اصلی کتابی ده که او اینا ترجمه کردن. اینا هم چیزایی ده او گفته شده که از دید مردم افغانستان پنهان هم نیست تا حدودی که اگر بابت شما بگویم. منتها در همه طورش یک شب و روز پس دوباره این مسئله تازه شد، مردم یک بار دیگه گذشته را به یاد آوردند. شما از این مسئله هیچ تشویش نداشته باشید. جناب دکتر صاحب عادل اول خواهی اجازه بتن که از ذره نوازی و کوچک نوازی تان در مورد خود تشکر کنم. بسیار زیاد گفتین، مبالغه غلوچی که اغراق کردین، مهربانی کردین، اما در صداقت و تعهد در کار هیچ شک نیست. ممنون نظریاتتان. دکتر عادل همچنان بر حفظ دستاوردها به ویژه مربوط به زنان تاکید کرده است. همچنین آقای عادل از کارهای خبرنگاری بنده با عنوان یک ژورنالیست بی‌طرف و حرفه‌ای توصیف کرده و اظهار داشت که بنده همواره در کارهای رسانه‌ای مبتنی بر اصول ژورنالیسم و منافع ملی مردم افغانستان به گونه بی‌طرفانه و مسلکی فعالیت کرده. البته این در حالی است که در این اواخر پس از نشر یک گزارش من در مورد احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان، برخی از افراد از بنده انتقاد ناسالم کرده و حتی دشنام داده. از تهمت ناپاکان اندیشه ندارم من، چون دامن من پاک است، آلوده نمی گردد. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختین غک